جان من الان دارم میرم بیمارستان پیش نایی. بهش نگفتی؟ نه. این شب حتما بهش میگم. ببخشید خانم، من میتونم با ناهید امیری صحبت بکنم؟ گفتن هستن. خیلی ممنون. زن روان وقت شیفت شب نیست، شیفت صبح. روان بخش که نباید به جاله من یه دروغ بگید. جاله الان نمیتونم. محسن قد نکن. بر چی بهم دروغ گفتی؟ نه تو امشب بیمارستانی، نه خانم شیفت شب. من برای اون دروغ به توضیح میدم. فقط خواهش میکنم بذار. چرا لجبازی میکنی جاله؟ الان خونم پیش ناهیدم. بهش نگفتی؟ نه. رئیس خوش اخلاقت چه موضوعی رو میخواد همین الان بهم بگی؟ من و محسن ازدواج کردیم. بعضی وقتا مجبور میشی برای نگه داشتن کسی که دوستش داری دروغ بگی. تا حالا دیگه همه زندگی من، نه خوشم اومد بچه فرنگه. 400 تا فایلو باز کرده تا خانم ماهید رو چیزی شک نکنه. باری کرده پرونده این آدم رو کپی کرده. سعید برازنده، مهندس سعید برازنده، 35 ساله، متأهل، اهل اصفهان، ساکن تهران. من فکر میکنم که این برازنده رو یه جا دیدم، قیافش واسم خیلی آشناست. اصلا میبینی این یه ولفه، یه سوراخ کوچیک توش تعبیه کردن، دورشو پوشش دادن. زمانی که میره تو سیستم بر اثر حرارت روکش ذوب میشه، حفره ایجاد میشه، هوا میکشه، در نتیجه خلا میشکنه و سانتریفیوژ کرش میکنه. کشف برازنده هست؟ سعید برازنده یه نابغه تو حوزه صنعتیه. چی شده نفع نرفتن سراغ دانشمندا؟ اینا هم چی کمتر از دانشمندا نیست، عقل کلیه واسه خودش. کی لوش داد؟ کی به تروریست معرفیش کرد؟ غریبه نیست، همونی که شما جونشو نجات دادینه. پس چرا محسن رامخش رو دستگیر نمی‌کنیم؟ هنوز موقعش نیست، شاید به دردمون بخوره. اما هر لحظه ممکنه اون خائن از دستمون در بره. ببخشید شما اینجا کارتون چیه؟ شما تک تکتون وظیفتون اینه که اون رو تحت نظر داشته باشین که از دستمون در نره. قیافش به خلاف ملافا نمیخوره دیگه. اونش به ما مربوط نیست. ما باید فقط بگردیم ببینیم از کجا میره، از چه راهی میاد، اصلا تو همین خونه زندگی میکنه یا نه، مطمئن بشیم از همه اینا. دیگه واقعا بقیهش به ما مربوط نیست. دودره نشده باشی. طبقه 11 هم همینه. ماشینش هم یه 405. قبلا شوهر داشتی یا نداشتی؟ زن من میشه. پایین ببینم. میرم با ناهید حرف میزنم. تکلیفم رو روشن میکنم. روانباش از سازمان رفت بیمارستان پیش خانومش. به خاطر همون پیامک ها؟ بله. برو به کارت برس.
خواب نتونستی بخوابی؟ چرا، یه چورتی زدم. دعوای خانوادگی روانبخش داره به جایی بدی میرسه ها. زن شاکی شده؟ بد جوری. ممکنه این دعوا رو کار ما هم تاثیر بذاره. ما که نمیتونیم وارد این دعوا بشیم. میتونی؟ میتونم زنش رو توجیه کنم. منظورتو دقیق نمیفهمم. میتونم به زنش بگم که ازدواج شوهرش با جاله معید عشق و عاشقی نبوده. اون وقت مجبوریم بهش بگیم شوهرش جاسوسه. آره مجبوریم. با این اتفاقاتی که داره میفته باز زودتر هم بهش بگیم. اگه موضوع رو به خانوادش بکشونه؟ نگران نباش، این کارو نمیکنه. پای آبروش وسطه. ولی میتونیم ازش بخوایم که موضوع رو به هیچ کس نگه. خانومی که تو چند روز پیش فکر میکرد شوهرش قهرمان ملیه، حالا بفهمه جاسوسه، چه حالی پیدا میکنه؟ حال خوبی پیدا نمیکنه. اما دیگه فکر خیانت شوهرش که این همه دوستش داشته آزارش نمیده دیگه. وقتی بفهمه شوهرش جاسوسه که بدتر آزارش میده. ببین به هر حال ما نمیتونیم کاری بکنیم. ما اول آخرش که روانبخشو بگیریم که میفهمه شوهرش جاسوس بوده. ما به خاطر کیس خودمون که نسوزه مجبوریم بهش زودتر بگیم. چاره ای نداریم. نمیخواد 24 ساعت روی این موضوع فکر کنیم. ببین من اگه 24 ساعتم به این قضیه فکر کنم باز به همین نتیجه میرسم. ما با روانبخش اومدیم جلو و تا آخرش هم باید بریم. شاید به نتایج بهتری برسیم. بسیار خوب. زنگ میزنم قرار میذارم. پس خبرش به من بدی. باشه. سلام. ناهید، ناهید یه دقیقه صبر کن. سلام دکتر روشن. خوبی شما؟ قربان شما. خانومتون همینجا بودن؟ بله تو اتاقش من. آه پس حتما شیفتشون تمام شده. بله. خوشحال شدم دیدم شما. منم خدا نگهدار. متشکرم. الو میترا. ناهید جان من 20 دقیقه این کارم تمام شه میام پیشه. محسن اومده. اومده تو بخش؟ آره اومده، ولی من وای نستادم با حرف بزنم. زود اومدم تو اتاقم در بستم. چرا؟ خب بی خودی که نیومدی بیمارستان، حتما حرفی داره. نمیتونم با حرف بزنم، نمیخوام صداشو بشنوم، حالم بد میشه. بالاخره که باید باش حرف بزنی. باید حالی که موضوع رو میدونی وضعیتت رو روشن کنی. میترا میگم نمیتونم باهاش صحبت کنم، حالم بد میشه. خیلی خوب شیفتت که تموم بده واسه تو عوض کن یا پایین پیش من. من الان نمیتونم بیام بالا، پانسمانم تموم نشده. حالا اگه من اومدم وسط راه رو اومد با من صحبت کنه چیکار کنم؟ اگه نمیخوای باهاش حرف بزنی خب جواب نده. خیلی خوب باشه باشه. الو. سلام خانم، من احسان پورم. سلام آقای احسان پور. خانم امیری، ما باید با شما صحبت کنیم. طوری شده؟ موضوع مهمیه که باید به شما بگیم. آقای روانبخش هم نباید از صحبت ما و شما مطلع بشه. خانم امیری. بله. تا چه ساعتی بیمارستان هستین؟ من الان دارم میام خونمون. تو خونه میتونیم تنهایی با هم حرف بزنی؟
خب شما مجددا تماس بگیرید. بسیار خوب باشه. پس لطف کنه شماره منو سیف کنی، لازمتون میشه. بله بله حتما. مام خدا حافظ. نتونستم بهت بگم، یعنی نشد که بهت بگم. ناهید خواهش میکنم، ناهید یه لحظه صبر کن. ناهید خواهش میکنم یه لحظه صبر کن، یه لحظه به حرفم گوش کن. نمیتونم صدا تو بشنوم، حالا بد میشه وقتی با تو حرف میزنم. نمیخوام صدا تو بشنوم. خیلی خوب ناهید، نمیخواستم اونطوری بهت گفته بشه، یعنی باید من خودم بهت میگفتم. تلفنش نذاشت. الانم خواهش میکنم بذار بریم پایین تو رستوران بشینیم با هم. نمیخوام باهات حرف بزنم، میگه نمیخوام صدا تو بشنوم. ببین این صدا زیاد طول نمیکشه. میگم نمیخوام باهات صحبت کنم. داد نزن. چرا نمیفهمی چی میگم؟ چرا نمیفهمی من چی میگم؟ چرا نمیفهمی میگم نمیخوام صدا تو بشنوم؟ نمیخوام بهت گوش کنم. نمیخوام ببینم. داد میزنم. داد میزنم. بازم داد میزنم. اصلا تو طرف برم. بفرمایید بالا، بفرمایید بالا. زنمه چیه؟ بفرمایید، بفرمایید گفتم. بفرمایید دیگه. تو خونه حرف میزنیم، دارم میرم خونه، یه مرخصی یه ساعتی برام رد کن. یه دقیقه صبر کن. نمیتونم جانه، حالم اصلا خوب نیست. محسن جان. جانم بگو. ناهید اون پیامک رو برات نفرستاده بود. پس کی فرستاد؟ اون دوست روانی عقده‌ای میترا ساکت. بهت گفته بودم ناهید آدم انکار نیست. گفته بودم یا میپذیره طلاق میگیره یا قبول میکنه با بچه ها زندگی کنه بدون طلاق. قبول کرد. بدون میتونم اسمشو بپرسم؟
خانم فهیمه ترابی؟ بله. تلفن. با من؟ کیه؟ دوستی که با شما قرار داشته نمیتونه بیاد. اه چرا؟ نمیدونم، خانم از خودشون بپرس. ببخشید. الو. سلام. سلام. بس چی نمیتونی بیای؟ مهمون بر اومده. نمیتونم بیام. از کجا مهمون اومده؟ از جایی که همیشه میری. ببخشید من تلفنتون رو اشغال کردم. زودتر تماس بگیرید. چشم. الو نانسی، گوشی دستته؟ آره، میتونی راحت حرف بزنی؟ الان دیگه آره، مردک رفت. برای چی انقدر دیر زنگ زدی؟ نمیتونستم به خطوط ایران وارد شم. پیغام دادم بهم زنگ بزنی واسه اینکه میخواستم بهت از این دیوونهی که وصلش کردی و من با من کار کنه شکایت کنم. ناراحت نباش، همه دیوونه ها به درد نخوری. چرا این خیلی به درد نخوره؟ واقعا هیچ کاری از دستش بر نمیاد. منو باید همش مواظبش باشم وقتی گندی بالا نیاره. حالا چرا اینقدر عصبانی؟ من که اصلا نمیدونم ما داریم تو چه موردی کار میکنیم. هزیون میگه. باشه حداقل اینو یکم آموزشش میدادیم. چرا؟ از آموزشش نمره خوبه گرفت. پس حتما شما بهش آموزش دادین که ادای عاشقای سینه چاکو در بیاره بیاد از من خواستگاری کنه. آره؟ شوخی میکنی؟ نه خیر، خیلی جدی از من خواستگاری کرد. این عوضی احمق رو با من همتیمی کردی، حالا داری میخندی؟ حالا متوجه شدی ما چه انتخاب خوبی داشتیم؟ چرا؟ چون از من خواستگاری کرده؟ حالا جواب این خواستگاری چی دادی؟ چه سؤالیه؟ سؤال درستیه. اون اگه از تو جواب منفی بگیره، اون وقت ممکنه از جایی که لازمش داریم با تو همراهی نکنه. ناسی تو نمیتونی از من بخوای من با این عوضی یه لقب ازدواج کنم؟ اگه لازم شد آره. مثلا نمیفهمم چی داری میگی. الان لزومی نداره زیاد بفهمی. الان باید طوری باش رفتار کنی که ازش بدت نمیاد. باید تا ته ماموریت عاشق تو باقی بمونه. من متوجه نمیشم چی داری میگی. بله متوجه میشی. تموم شد خانم؟ چرا تموم شد؟ تموم شد. خدا حافظ. هاشم جاوید منم. هاشم رویام. هاشم بیا. هاشم هاشم بیا. هاشم جاوید نمیخوای در باز کنی؟
دلخوری از من؟ ببین دلخور نباش هاشم، بیا در باز کن. نمیتونم. باشه بایی، دلم ازت گرفت هاشم جاوی. خدافظ. رویا از من دلت نگیره، من ببین تو حق داری از من دلخور باشی، بخاطر اینکه من صبح یه کمی زیادی منتظر موندم، بعد خسته شدم، یکم اعصابم ریخت به هم، بعد تو یه دفعه از من خواستگاری کردی، من واقعا نفهمیدم از این چی به جواب دادم. معذرت میخوام دیگه. نه با نوکرتم، غلامت نه. نه منم حسش صبح یه خورده دلخور شده بودم، ولی دیگه وقتی الان اومدی صدام زدی گفتی هاشم جاوید، دیگه همش رفت. بچه وقتی گفتم هاشم جاوید در رو باز نکردی؟ من یه چیزی رو به تو دروغ گفتم، بابای من تنگی نفس نداره، مشکل ریم نداره، الکلیه. خب چرا نگفتی به من؟ خجالت کشیدم دیگه. پدر چند سالشه؟ 69 سال. تازه خیلی دیر الکلی شده. یعنی چی؟ هیچی، بلش کن. الان میشه رفتیدش؟ نه الان یه 24 ساعتی هست نذاشتم بخوره، الان دادش شر اومده. آره تو همین اتاق زندونیش کردی؟ آره. و از پشت شیشه که میشه دیدش؟ آره. میگم من هیچ وقت نفهمیدم شما مثلا با کفش میان تو اتاقم جوری در نمیارین، مریض نمیشین؟ نه من باید کفشامو در میآوردم اینجاره. نه بگیر اینو. نه نگفتم در بیاری که، من داشتم میگفتم من هیچ وقت نفهمیدم شما مثلا وقتی میان تو اتاق کفشاتونو در نمیارین. اوها دیگه هاشم، دیگه نمیتونم تحمل کنم، به دادم برس، به دادم برس هاشم. تو اینطوری نمیتونی اینو ترکش بدی یا؟ واقعا؟ آره سخته کمی، حالا بهت میگم چیکار باید بکنی. خب بگو چیکار کنم. هاشم تو زن گرفتی؟ نه. چرا گرفته؟ دروغ میگه. جلوی زنت بیشتر از این خراب رو نکن. یه لیوان بهم بده بخورم، جون بگیرم، اگه زنت خواست ببینتم بتونم سر پا وایستم. همین یه لیوانو بخورم به جون زنت، دیگه کاری ندارم. دیگه صد دفعه نگفتم به جون کسی قسم دروغ نخور؟ نگفتم؟ غلط کردم، غلط کردم، داد نزن. Thank you.
خاکی داره. چقدر قدیمی هن اینا، باور میشن هیچ کدومو نمیشناسن؟ قدیمی خیلی نیستن، به کلاست نمیخورن. باش اینا رو شوفرا تو جاده میذاشتن پشت اتوبوس که بودن گوش میدادن خوابشون نبره. این فکر کنم برام آشناست. اینو بذار ببینیم چیه. ببینم. چی شد بابا؟ این که باتری نداره. سیم برقش کجاست؟ گم شده، هرچی گشتیم پیدا نکردیم. من بچه که بوده مدرسه میرفتم، بابام اینقدر تو خونه اینو میذاشت گوش میداد، همین که الان تو داری. من حفظ شده بودم. خواهد بخونم؟ میتونی؟ یه چیزایی یادم یه دنیا ز تو سیرم، بگذار که بمیرم، در دامت اسیرم، دنیا من بی گناه. چند تا دوربین تو فروشگاه داری؟ 3 تا داری. کجا نصب شده؟ یکیش بیرونه، یکیش این وره، یکیش اون وره مواده. بفرمام. میگم خدمت. شش، بزن نگاه کنیم، انتخاب کنیم. اجازه؟ بفرمام. امیر حسن، ببین آقا چی میخوان. آقا چی میخوان؟ آقا اجازه دید، گفتم دارم نگاه میکنم، حالا چشم نگاه میکنم، انتخاب میکنم، میگم چی میخوام. باش بفرم. لواشک، لواشک نداریم. لواشک همونجا هست. ببین ما یه دوربین هوایی داریم. بله بله. خودکار اصلیمون روی این دوربین مبارباتی بروند دست حساب کن. سلام علیکم. سلام. اینا چیه خریدی؟ خوراکیه. این همه؟ زیاد نیست که. از الان تا وقتی که دنبال این خلافکاره ای میخوریم اینا رو تموم میشه تا اون موقع. خوردن این همه خوراکی یه شکم گنده انقدی میخواد. مجبور نیستیم که همه جو یه جا بخوریم. خورد خورد وقت داریم دیگه، میخوریم از خودم. ها؟ چه؟ هر همه از این آتاشقاله نمیخوریم. من آتشخال نخریدم ها، اینا خوراکی هست. به نظر من که آتش کنم. یعنی شما اصلا از این خوراکی ها نمیخوری؟
لواشکی. لواشکی. شما هم پاک ما رو گیج کردین. چرا؟ صبح اونجوری سر ما داد میزنی، بعد یه شب با ساندویچ و نوشابه میای خونه ما، آقامون رو تحویل میگیریم، ما آهنگ دنیا رو میخونیم، شما اونجوری گریه میکنیم. شما خودت بذار جای ما، شما بودی گیج نمیشدی؟ چرا؟ منم گیج میشدم. حالا ما چیکار کنیم؟ زندگی تو بکن. ما میخواییم با تو زندگی اونو بکن. میتونیم؟ هاشم جاوید الان واقعا اصلا وقت این حرفا نیست. نگاه کن ببین ساعت چنده. ساعت 7:20 وقت ساییم 7:20 وقته. یه دقیقه ساکتش ببینم. اومد. باید میرفتم حراست آبروی جفتشون رو میبردم. خب اگه ازدواجشون تو محضرخونه ثبت شده باشه از خودشون دفاع میکنم. روانبخش دیگه بعد از ترور یه کارمند عادی نیست که بتونه هر اشتباهی بکنه. کوچکترین اشتباهش براش مسئولیت میشه. الان اگه من برم به حراست بگم چی کار کرده چطوری میخواد از خودش دفاع بکنه؟ با این کار محسن برمیگرده؟ دیگه نمیخوام که برگرده. بچه‌هات میخوان؟ نه قطعا نمیخوان. نه وقتی بفهمم با من چی کار کرده قطعا نمیخوان برگرده. کاری که غزل با من کرد و یادت رفته؟ میترا غزل با تو ارتباط عمیقی نداشت. تا جایی که من یادمه با پدرش خیلی ارتباط عاطفی زیادی داشت. میلاد و مریم رابطه عاطفیشون با تو قوی تر از پدرشونه؟ بله. مطمئنی؟ بله مطمئن. منم دقیقا قبل از دادگاه مثل تو فکر میکردم. ولی توی دادگاه غزل خانم با اینکه میدونست پدرش بد اخلاق و بد دهنه، با اینکه میدونست من به خاطر همین بد دهنی و بد اخلاقیش دارم ازش جدا میشم، ولی طرف منو نگرفت. ناهید، محسن تو بد اخلاق و بد دهنه هست؟ نه. تا حالا تو رو کتک زده؟ نه. دیروز اولی مرتبه بوده دیگه نه؟ آره. گفتی احسانپور مسئول حراست با تماس گرفته بود؟ آره، ولی اصلا تو شرایطی نبودم که بفهمم چی میگه. اصلا نفهمیدم چی کارم داره. خب اگه باید کار مهمی داشته باشه قطعا دوباره بهت زنگ میزنه. چه کار مهمی داشته باشه؟ نمیدونم. میگم اگر باید کار مهمی داشته باشه قطعا دوباره بهت زنگ میزنه. اگر بهت زنگ زد، اگر باهاش حرف زدی، بهترین موقعیت که داری رابطه باهاش مشورت کنی. Thank you.
درسته؟ بله. 24؟ بله بله. دست شما دارم. خدا از شما قرده کنم. خواهش میکنم. بفهم. بفهم. کجایی؟ من همین الان از جلسه اومدم بیرون. با حقانی صحبت کردم. موضوع خانم امیری رو مطرح کردم. خب چی شد؟ با دو تا شرط گذاشتن به عهده خودمون. شرط ها چیه؟ یکیش همونه که خودمون موافقت کرده بودیم که ضرورت داره خانم امیری بدون شوهرش جاسوسه. دومی هم همون که نباید این موضوع رو به کسی لو بده، باید رازداری کنه. اولیش که حله، ولی دومیش قول نمیدم. خب با احسان پور صحبت کن، بهش زنگ بزن، بگو اون میتونه کمکمون کنه. لازم نیست زنگ بزنم، روبروم نشسته. خب بهش بگو. باشه میگم. ببین قطع نکن. در مورد اون آدمی که شبیه برازنده بود یادت اومد که؟ آره، سیاوش مشرقی. سیاوش مشرقی؟ با شناختی که من تو این مدت کاری از خانم امیری پیدا کردم، خانم راز نگهداریه. با این حرفی که میزنیم مسئولیتشو به عهده میگیریم؟ ببین ناصر، ما داریم میریم به یه خانم بگیم شوهرش جاسوسه. من تو این مدت کاری همچون کیسی رو تجربه نکردم. تو کردی؟ نه والله. خب چی میگی؟ من نمیدونم اصلا اومد این خانم وقتی که بفهمه شوهرش جاسوسه چیه. ولی در این که خودش وطن پرسته اصلا تردیدی نداره. با یه همچین زنیه باید منافع ملی کشورشو درک کنه دیگه. مطمئنن همینطوره، درک میکنه. خب اگه اینجوریه جفتی مسئولیت راز نگهداریشو به عهده میگیریم. خوبه؟ هنوز آدرس منزل پدرشو واسم نفرستاده. زنگ بزن. الو؟ بله بفرمایید. خانم امیری؟ خانم امیری حالشون خوب نیست، نمیتونن حرف بزنن. من احسان پور هستم، کار مهمی باشون دارم، میتونی بهشون بگی؟ گوشی چند لحظه. حالش خوب نیست. چشم. الو، من الان منزل پدرم هستم، قرارمون یه ساعت دیگه خونه خودم.
احسان پور هستم خانم. سلام. سلام. من میترا ساکت، دوست و همکار خانم امیری هستم. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. میگم الان خانم امیری هم میاد خدمتتون. ببخشید، چای یا نسکافه، قهوه؟ نه، همین آب کافیه. ممنون. فعلا، با اجازه. خیلی رنگ پریدم. یه لحظه بیا. صبر کن. آخ، ببخشید. اوی. میترا تو باید بری تو اتاق، در ببندی. چرا؟ تا وقتی نگفتم نباید در باز کنی. معذرت میخوام. این دوست و همکارتون کجا؟ تو اتاقه. یعنی مطمئن باشیم که حرف ما رو نمیشنوه دیگه؟ بله، مطمئن باشیم. حرف شما رو قبول میکنم. دوباره میخوان محسن رو ترور کنن؟ قرار نیست کسی آقای روانبخش رو ترور کنه. ببینید، قبل از اینکه وارد موضوع اصلی بشیم، من یه چیزی خدمتتون عرض کنم. اینکه در مورد یه مسئله‌ای می‌خوایم با شما حرف بزنیم، اینه که یعنی اگر ما کوچکترین تردیدی به این مسئله داشتیم، مطمئن باشید که هیچ وقت اینجا نمی‌اومدیم. متأسفانه باید بگیم که در رابطه با آقای روانبخش اشتباه کرده بودیم. میشه یکم واضح تر صحبت کنی؟ ببینید، وقتی میخوان یه نفر رو ترور کنن، اون آدم از دیده مردم سمپات میشه، حال تو طبیعی هم هست، ولی شغل ما ایجاب میکنه که از زوایای مختلف به این قضیه نگاه کنیم. موضوع ترور آقای روانبخش یه فریب بوده برای ما. اعتراف میکنم که درست بازی کردم و ما رو به اشتباه انداختم. ترور محسن نمایشی بوده؟ بله، یه نمایشی که یه جوری هم طراحی کردن که هیچ کس به شک نکنه. طرح ترور آقای روانبخش با خود ایشون برنامه ریزی شده بوده.
یه ترور ناموفق برای محبوبیت سوری. که چی بشه؟ خب برای امکان جابجایی بهتر توی سازمان انرژی اتمی، یعنی جایی که قرار بوده بره. رفتن پیش جاله معید. این قصه جاله معید و عشق عاشقی که همش کشک خانم. موضوع جاسوسی. جاسوسی؟ آقای روان بخش مدتیه که با موسا در ارتباطه. موضوع جاسوسی. قصه جاله معید و عشق عاشقی که کشک مدتیه که با موسا در ارتباطه. آقای روان بخش مدتیه که با موسا در ارتباطه. موسا در ارتباطه. موسا در ارتباطه. موسا در ارتباطه. موسا در ارتباطه.